با یاد خدا و با سلام، من سعید رحیمی پور هستم. امروز می‌خوایم در مورد یکی از محدوده‌های جالب صدایی صحبت کنیم، محدوده صدایی وکال فرای، پایین‌ترین محدوده صوتی که یک انسان می‌تونه داشته باشه. معادل فارسی وکال فرای میشه صدای سرخ شده، صدای برشته. این حالت هست صدای وکال فرای. مثلا سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستین سلامت باشین و ایام به کامتون باشه. به این رنگ صدایی، به این محدوده صدایی میگن وکال فرای. همه ما با صدای زنده یاد خسرو شکیبایی خاطره داریم که رنگ صدای ایشون، محدوده صدای ایشون، محدوده صدایی وکال فرای بود. و تقریبا اکثر گوینده ها، دوبلورها، صدا پیش هایی که مرد هستن، این رنگ صدایی رو به عنوان رنگ صدای کار حرفه ایشون انتخاب میکنن و تقویت میکنن برای کار گویندگی و دوبلوریشون. مثلا در کشور خودمون من صدای آقای بهروز رضوی رو خیلی دوست دارم. مستندهای رادیو تلویزیون رو با صدای ایشون میشنویم و صدای بسیار جذاب و دوست داشتنی دارن. وکال فرای در واقع یک محدوده صدایی هست که بیشتر در حوزه گویندگی و صدا پیشگی کاربرد داره، اما در خوانندگی هم کاربردهای خاص خودش رو داره. چه استفاده ای هست در خوانندگی میشه از وکال فرای؟ طوری که من دقت کردم سه تا استفاده اصلی، سه تا نقش اصلی داره در خوانندگی. یکی به خاطر حالتی که صدای وکال فرای ایجاد میکنه، یک حالت قرارگیری پرده‌های صوتی، تارهای صوتی در هنگام اجرای صدای وکال فرای به گونه ای هست که تارهای صوتی و حنجره انسان در یک حالت ریلکس و آرامش قرار میگیره. به همین خاطر از وکال فرای برای رفع تنش‌های صوتی، برای سرد کردن صدا، گرم کردن صدا و رفع گرفتگی صدا استفاده میشه، با تمرین‌های خاصی که حالا بعداً در ویدیو بعدی توضیح خواهم داد براتون. یکی به عنوان این نقش استفاده میشه به عنوان رفرش صوتی و به نوعی برای رفع تنش‌های صوتی و گرم کردن و سرد کردن صدا. دوم، در موسیقی‌های امروزی مثل موسیقی‌های رپ و راک و هوی متال و حتی در موسیقی پاپ استفاده میشه از رنگ صدای وکال فرای و در موسیقی امروز طرفداری خاص خودشو داره. سومین نقش و شاید میشه گفت اصلی ترین نقشی که وکال فرای داره و در آواز ایرانی و در آوازهای تلفیقی هم استفاده میشه، به عنوان یک نقش تزئینی، به عنوان یک عامل تزئین کننده و یک تکنیک آوازی از وکال فرای استفاده میشه در کنار صدای اصلی که تولید میشه. حالا این جلسه خواستیم یه توضیح در مورد صدای وکال فرای بدیم که چی هست و نقشش در گویندگی و مجریگری توضیح بدیم و اینکه پایین ترین محدوده صوتی ما انسان هاست و کاربرد و نقشش در خوانندگی رو به صورت تئوری توضیح دادم خدمتتون. تمرین های عملی مربوط به وکال فرای رو در ویدیو بعدی خدمتتون توضیح خواهم داد. حتما این ویدیو رو دنبال کنید.